ما در واقع هیچ گونه بررسی قبلش نداشتیم که مثلا حالا با شرکت های مختلف مشورتی کرده باشیم و انتخاب کرده باشیم، ولی خب تو همون برخورد اول احساس کردیم که خب شرکتی یا شرکتی هستش که در واقع کارش رو حرفه‌ای انجام میده و کارشناسای خیلی خوبی داشت و ما دیگه مثلا تصمیممون رو گرفتیم. ولی بعد که خب در واقع با خدمات شرکت های دیگه هم تا حدودی آشنا شدیم، به نظرم که شرکت پرشین مایگرانت قطعا یکی از پیشتازان این در واقع خدمات مهاجرتی هست و قطعا میتونه یکی از گزینه‌های خیلی خوب باشه و ما در واقع بعد از اینکه خودمون این پروسه رو شروع کردیم و به نتیجه هم رسید به خیلی از دوستان معرفی کردیم و خوشبختانه خیلی هاشون هم اومدن قرارداد بستن و الان توی مسیر در واقع مهاجرت و گرفتن ویزا و اینها هستن. قبلش این نکته رو بگم که خب در واقع همین چی که شما گفتید برای ما هم بود، یعنی این ابتکار شرکت پرشین مایگرنت بود که از خیلی وقت پیش، از شاید همون 3-4 سال پیش، از زمانی که من یادم میاد شاید قبلش هم بوده، لایوایی داشتن با کسایی که خب توی استرالیا هستن، حالا چه کسایی که مثل ما مثلا توی این پروسه قرار گرفتن و کلاینت پرشین مایگرنت بودن، چه حتی حالا متخصصین تو حوزه های مختلف که مثلا شاید 20 سال 30 سال توی استرالیا بودن و تو حوزه های مختلف. من اون موقع خیلی این لایوا رو دنبال میکردم و خیلی دوست داشتم، یعنی تا هر زمان این لایوا بود بلافاصله نگاه میکردم و خیلی خب هم انگیزه بهم میداد برای ادامه مسیر، چون به هر حال خیلی بالا پایین ها و چالش ها تو این مسیر هست و اینا خب در واقع به ما انگیزه میداد که مسیر رو ادامه بدیم. از طریق همین گروه های تلگرامی که حالا ما رزوممون رو تو گروه ها گذاشته بودیم و اینها، به من پیغام دادن که شرکت ما نیرو میخواد و رزومه شما رو مثلا تو فلان گروه من دیدم و به فیلد کاری شرکت ما میخوره و اینا. بعد خودشون هم میگفتن که تعجب نکن، ما اگه مثلا میایم خودمون بهت پیغام میدیم به خاطر اینه که شرکت ما به ما بونس میده اگه ما کسی رو معرفی کنیم. یعنی اینجا در واقع الان شرایط طوری هستش که چون نیروی کار نیاز دارن، اگه کسی معرفی بکنه معمولا شرکت ها یه مبلغی به عنوان بونس به اون فردی که معرفی کرده میدن. قطعا این اتفاق برای بعضیا میفته که مجبور میشن مدتی رو برای در واقع تامین هزینه ها کار غیر مرتبط انجام بدن تا بتونن حالا شرایطو فراهم کنن برای اینکه توی فیلد خودشون کار بکنن. ولی من فکر میکنم که خب این خیلی هم به رشته افراد بستگی داره، هم به میزان سابقه و تجربه افراد توی اون فیلدی که دارن کار میکنن. من فکر میکنم کسانی که توی فیلد تخصصی خودشون تجربه خیلی خوبی دارن، که خوشبختانه اکثر ایرانی‌ها اینجوری هستن، ولی مثلا در واقع خیلی شاخه کاری که میخوام انجام بدن متفاوت نیست با اون چیزی که توی ایران انجام میدادن و خب بحث زبان هم خیلی مطرحه که توی مصاحبه معمولا خود به خود این خودشو نشون میده، این دوتا عامل یعنی تجربه کاری و زبان اگر خوب باشه معمولا تو بازار کار فعلی خیلی نباید زمان زیادی ببره. طبیعتا کسی که مهاجرت میکنه هر چه قدم که نمره زبانش بالا باشه، حالا ماها که پی تی ای دادیم که خب میدونیم شرایط پی تی ای چجوریه، حتی آیلتس هم با نمره 8.9 هم که طرف بیاد اینجا، داستان زبان اینجا کاملا متفاوته. یعنی یه سورپرایزی هستش که ما از قبل هم البته خیلی ها شنیده بودیم و خب حالا اینجا هم تجربهش کردیم، ولی بالاخره اینم یه دوره‌ایه که باید سپری بشه و چیز خیلی در واقع پیچیده ای نیستش. ولی اون چیزی که میگیم مثلا زبان خوب باشه که طرف بتونه کار بکنه، منظور اون سطح اولیه است. اون کسی که مصاحبه کننده، کسی که در واقع با شما مصاحبه کاری و شغلی انجام میده، فقط انتظارش اینه که شما بتونید کامیونیکیت کنید، یعنی لیسنینگتون در حدی خوب باشه که وقتی طرف داره صحبت میکنه متوجه بشید. حالا در حد یک یا دو بار اگر آدم متوجه نشه و بپرسه اشکالی نداره، ولی اگر این زیاد تکرار بشه طرف خب متوجه میشه که شما لیسنینگتون خیلی خوب نیست و تو کامیونیکیشن دچار اشکال هستید. یا مثلا اسپیکینگ انتظار ندارن که شما خیلی روون مثلا بتونید صحبت کنید، اگه کسی بتونه خب خیلی عالیه، ولی مثلا در حدی که شما بتونید راحت در مورد اون سوالاتی که میشه در به خصوص در زمینه مسائل تکنیکال که مرتبط با رشته خودتون هست بتونید راحت کامیونیکیت کنید.
ببینید مهمترین فاکتور همون بحث تجربه و تخصص طرفه که خب این اولین قدم از طریق همون رزومه است. یعنی شما رزومه‌ای که میفرستید اگر که در واقع با اون شرایطی که مختص استرالیا هست نوشته نشده باشه و کاستمایز به قول معروف نشده باشه، خب اصلا نمیاد بالا از بین رزومه های مختلفی که واسه یه جابی که باز میشه در واقع خب به دست اون هایرینگ منیجر یا اون تیم منابع انسانی میرسه. بنابراین اولین قدمش اینه که در واقع رزومه حرفه‌ای و متناسب با شرایط اینجا نوشته بشه که اصلا کار پیچیده‌ای هم نیست ولی نیاز به آموزش داره و نیاز به وقت گذاشتن داره. ولی بعد از اون، بعد از اینکه خب شما یه رزومه خوب نوشتید، قاعدتاً چیزی که من شنیدم و خودم هم تجربه کردم اینه که شما طبیعتاً اگر رزومه خوبی نوشته باشید مثلا به ازای هر 10 تا 15 تا جابی که اپلای میکنید باید قاعدتاً یکی دو تاشون به شما تماس بگیرن. اگر این اتفاق نیفته نشون میده که شما توی رزومه نویسی دچار مشکل هستید. و خب بعد از این استپ میشه مرحله‌ای که حالا با شما تماس میگیرن. خب اونجا دیگه بحث زبان میاد وسط، چون خیلی وقتا اون تماس اول تلفنیه و بنابراین تلفن صحبت کردن هم معمولا برای کسایی که تازه میان و هنوز جا نیفتادن به لحاظ زبان یه خورده سخت‌تره، نیاز به تمرین داره. و خب بعدم مرحله بعدی اگر شما بتونید اون مصاحبه تلفنی که با شما انجام میشه تماس میگیرن، زیاد طولانی هم نیست، در حد چند دقیقه صحبت میکنن و اگه ببینه مثلا اوکی هستید مثلا باهاتون قرار مصاحبه رو میذاره. ولی در نهایت من چیزی که خیلی دیدم اینجا تو کار پیدا کردم بحث ریفرال هست. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی باز میگم این بر اساس شنیده هاست، آمار نمیخوام بگم، ولی میگن حتی ممکنه بیش از 60-70% شغل ها از طریق ریفرال پر میشه. جواب اصلا ادورتایز نمیشن. یعنی شرکت ها اول جواب رو توی شبکه اینترنال داخلی شرکت باز میکنن و اونجا مثلا اگر کسی دوستان و آشنایان خودش رو معرفی کنه یا کسایی که حالا در واقع میشناسن معرفی بکنن، اول اونا در واقع معمولا در اولویتن. برای همین من یه کاری که خودم همیشه میکردم، حالا ممکنه مثلا کسی بگه خب من ندارم، من دوست آشنا ندارم مثلا، خب چیکار باید بکنم؟ واقعیتش اینه که دوست آشنا خب اگه داشته باشه آدم خیلی بهتر، ولی نداشته باشی هم معنیش این نیست که هیچ کاری نباید کرد. من هر کاری رو که میخواستم اپلای بکنم توی لینکدین خب یه آپشنی داره که در واقع به شما میگه که مثلا الان توی این شرکتی که شما میخوای اپلای کنید از بین کانکشن های شما چه کسایی توی این شرکت کار میکنن. و خب معمولا توی کامیونیتی ایرانی ها خیلی وجوه مشترک هست. مثلا من فرض کنید دانشگاه تهران بودم، مثلا میزنه فلانی مثلا دانشگاه تهران بوده، توی این شرکت الان داره کار میکنه، ایرانیه. من میگشتم قبل از اینکه اپلای کنم ایرانی ها رو که توی اون شرکت مشغول به کار بودن رو پیدا میکردم تو لینکدین، سعی میکردم از طریق لینکدین باهاشون ارتباط بگیرم. حالا ممکنه بعضی وقتا این موفقیت آمیز نباشه، خب بعضی ایرانی ها ممکنه خیلی تمایلی نشون ندن همکاری کنن، ولی این عمومیت نداره. اتفاقا هستن خیلی ها که خیلی استقبال هم میکنن، شماره میذارن که مثلا با من تماس بگیر، بعد بهش زنگ میزنی، خب خیلی ویو بهتری به شما میده مثلا این جا پوزیشن چی هست چی نیست، چرا باز شده مثلا، چه انتظاراتی دارن، و حتی ممکنه خیلی کمک کنه به شما و اصلا ریفرتون بکنه. ولی دیگه کمترین کاری که مثلا یه ایرانی میتونه بکنه اینه که مثلا میگه که خب این ایمیل منه، شما مثلا اپلیکیشن کاری تو پر کردی، ایمیل منو به عنوان ریفرال اونجا بنویس. همین. ولی همینم در واقع یه پله شما رو میبره جلوتر نسبت به رزومه های مشابه. بنابراین به نظر من اینجا کامیونیتی و نتورکی که آدما دارند بسیار بسیار کمک میکنه به کار پیدا کردنشون. اینه که اگه کسی لینکدین نداره که اصلا به نظر من پروسه کاریابی رو شروع هم نباید بکنه. یعنی باید حتما قبل از اینکه کسی میاد استرالیا یه لینکدین در واقع حرفه‌ای واسه خودش درست بکنه، کانکشن‌های مرتبط نه غیر مرتبط با اون فیلدی که میخواد کار بکنه رو پیدا بکنه، حالا چه ایرانی چه مثلا استرالیایی خارجی، و یه نتورکی بسازه.